دبیرخانه شورای ملی مقاومت پیرامون اعضای کابینه روحانی که از عناصر اصلی جنگ، سرکوب و ترور و فساد در سالهای گذشته هستند، اطلاعیه ای صادر کرد و از جمله اعلام کرد پور محمدی وزیر دادگستری آخوند روحانی یکی از بالاترین مسئولان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 می باشد. در اطلاعیه دبیرخانه شورا آمده است اعضای کابینه آخوندی روحانی که به مجلس رژیم معرفی شدند همه از بالاترین مقامات رژیم در 3 دهه گذشته هستند و هیچ کس خارج از کارگزاران رژیم آخوندی در 34 سال گذشته در آنها دیده نمی شود. در این کابینه حتی یک زن برای پست وزارت کاندیدا نشده است. همچنان که خانم رجوی از روز اول بعد از انتخابات تصریح کرده است هیچ گونه تغییر در ایران بدون آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی احزاب، توقف مداخلات تجاوزکارانه در سوریه و عراق و پایان دادن به پروژه دستیابی به بمب اتمی متصور نیست. 50 روز پس از انتخابات روحانی در موقعیت‌های مختلف به خوبی نشان داده است که نه می‌خواهد و نه می‌تواند هیچ تغییری در عرصه‌های فوق به وجود آورد. روحانی به نخست وزیر سوریه که برای شرکت در مراسم تحلیف وی به تهران رفته بود گفت رژیم ملایان تحت هیچ فشاری از حمایت از دولت سوریه برای مقابله با بحران کنونی بخوانید با مردم سوریه دست بر نخواهد داشت. سوابق برخی از وزرای پیشنهاد شده به شرح زیر است. آخوند پور محمدی کاندیدای وزارت دادگستری یکی از جنایتکارترین سردمداران رژیم است. او سالها معاون وزارت اطلاعات بود و از همین موضع عضو اصلی کمیته 3 نفره مرگ بود که بالاترین نقش را در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 به عهده داشت. در سال 59 بعد از آغاز جنگ با عراق خمینی او را به سمت دادستان انقلاب در خوزستان، هرمزگان و خراسان گمارد تا اعتراضات معلمان و دانش آموزان در بندرعباس را که بیش از 1 سال تداوم داشت سرکوب کند. کشتار هولناک 100 تن از دانش آموزان 16 تا 18 ساله و معلمان اخراجی بندرعباس از سوابق منتشر شده از این جلاد بیرحم در همین ایام می باشد. وی پس از آن به طور مستمر در سالهای 58 تا 65 به عنوان دادستان انقلاب و نظامی در استانهای مختلف کشور به سرکوب مردم اشتغال یافت. طی سالهای 66 تا 78 در سمت معاون و جانشین وزارت اطلاعات بود. پور محمدی در دوره 69 تا 78 در سمت قائم مقام و ریاست اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در ترورهای خارج کشوری رژیم نقش ویژه‌ای ایفا کرد. طراح اصلی ترورها در این دوران پور محمدی بوده است و اجرای آن زیر نظر سعید امامی صورت می گرفته است. پور محمدی دشخیم همچنین از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای است که حتی به اقوام خودش هم رحم نکرده و جمله در قتل فجیع و سوزاندن جسد اشرف السادات برقعی همسر پسر عموی خودش دست داشته است. اسفند 74 او که از معتمدان و نزدیکترین مقام‌های رژیم به خامنه ایست در سال 81 به عنوان مشاور ریاست دفتر و مدیر گروه سیاسی اجتماعی خامنه ای منصوب شد و همچنان از گردانندگان دفتر ویژه اطلاعات و امنیت خامنه ای بوده است. اطلاعات و امنیت در دفتر خامنه ای با کد 101 دارای 19 معاونت است که کد پرسنلی مصطفی پور محمدی در این سازمان 1223 است. در دوران وزارت فلاحیان مقابله با سیمای مقاومت و پخش پارازیت روی آن نیز به طور مستقیم زیر نظر مصطفی پور محمدی صورت می گرفت. علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی کابینه آخوند روحانی در ابتدای روی کار آمدن خمینی به عضویت سپاه پاسداران درآمد و از همان ابتدا از فرماندهان واحد اطلاعات سپاه شد. او اولین مدیر کل اداره اطلاعات آذربایجان غربی بود. سپس مدیر کل واحد کارگری وزارت اطلاعات شد و معاونت حقوقی پارلمانی وزارت اطلاعات را تا سال 1372
1993 عهده‌دار بود. علی ربیعی متعاقباً در دوران خاتمی دبیر اجرایی شورای عالی امنیت ملی شد و با حسن روحانی مسائل اطلاعاتی و امنیتی را دنبال می‌کرد. وی در دانشگاه وزارت اطلاعات موسوم به امام باقر استاد جنگ روانی بود. وی در پیاده کردن طرح‌های ضد کارگری نقش فعالی داشته است. آخوند سید محمود علوی وزیر اطلاعات. وی در مجلس اول رژیم آخوندی مسئول مستقیم تنظیم قانون وزارت اطلاعات بود. او عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نماینده مجلس آخوندی در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم بوده است. در سالهای 68 تا 70 معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات ارگان جاسوسی و سرکوب موسوم به عقیدت سیاسی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به عهده گرفته بود و در سالهای 79 تا 88 نیز رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش تحت امر آخوندها بود که نقش بسیار مهمی در سرکوب پرسنل مردمی ارتش ایفا کرد. حمید چیچیان وزیر نیرو، فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز و دیگر شهرهای استان آذربایجان در سالهای اول رژیم ملایان بود. با تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1363 چیچیان به طور رسمی به استخدام این وزارتخانه درآمد و با تداوم خدماتش در ارگانهای سرکوب مدارج ترقی را طی کرد. عباس آخوندی وزیر مسکن از اولین اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی و مسئول پشتیبانی جنگ بود که میلیاردها تومان سرمایه مردم ایران را برای شعله‌ور نگه داشتن تنور جنگ 8 ساله رژیم با عراق به باد داد. بینندگان عزیز، از آقای هادی روشنروان درباره کابینه آخوند روحانی و ادامه سیاست‌های خامنه‌ای پرسیدیم. سعی کرد که در سخنرانی که پوزی بگیره و بگه که من تنش صدایی میکنم، دخالت در کشورهای دیگه نمیکنم، در همچین چیزی شروع کرد. این در حالی بود که قبلش اولین ملاقات این رئیس جمهور با نخست وزیر بشار اسد بود که در اونجا پشتیبانی کاملش از بشار اسد در سرکوب مردم سوریه و ترورهای اونجا اعلام کرده بود. تو مجلس هم لاریجانی از تنها گروهی که به اسم تشکر کرد که حضور پیدا کرده حزب شیطان بود. این آغاز این کار این بود. بعد علاوه بر اون این کابینه‌شو معرفی کرد. برخلاف تمام ادعایی که قبلا کرده بود و تبلیغاتی کرده بود، در این کابینه هیچ زنی دیده نمیشه. اعضای نفراتی هم که معرفی کرد اکثرا یا پاسدارن یا عضو جهاد سازندگی بودن یا عنصرهای وزارت اطلاعات هم. جهاد سازندگی هم که در زمان جنگ مهمترین عنصر مهندسی جنگ بوده که در تمام این جنایات شرکت داشته. بنابراین با این دولتی که این تشکیل داده و با این وضعیتی که این رو کار آورده، این از این دولت، از این خود حسن روحانی که 34 سال همراه خامنه‌ای بوده و در تمام جنایات شرکت داشته، خیلی هم دوست و نزدیک با خامنه‌ای، هیچ چیز بیرون نمیاد و در یک کلام آش همان آش و کاسه همان کاسه.